خب دوستان، من شما رو تنها میذارم با آقای هاشمی، در خدمت آقای امین هاشمی هستیم. حالا خودشون معرفی میکنن الان کامل. آقای هاشمی هم دوره ما هستن، مفیدی یک دوره 33 و الان هم در کشور دوست و همسایه اتریش هستن با معرفی رشته مهندسی نفت. ما در خدمت شما هستیم. یا علی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان. من امین هاشمی هستم، دوره 33، 4 سال توی اهواز مهندسی نفت گرش مخزن خوندم، بعدش هم 2 سال و خورده طرح امریه و یه ذره بعدش رو توی شرکت ملی مطلق نفت جنوب کار کردم. الانم یه 6 ماهیه که اومدم اتریش. صدای من فقط میاد؟ خب چک کنم اینم صدای من میاد. خب خوبه. برای معرفی رشته مهندسی نفت در خدمتتون هستم. برای آشنایی کلی اول من بهتون بگم که ما 2 نوع قوانین داریم. 3 قوانین بالاسری داریم و 3 قوانین اجرایی داریم که چون نفت توی کشور ما خیلی بحث مهمیه، باید به صورت مقدمه این رو بهتون بگم. اول قوانین بالاسری ما، یک قانون اساسی که سند چشم‌انداز توسعه است، سیاست اجرایی اصل 44، قانون اصل 44، سیاست اقتصاد مقاومتیه و قوانین اجرایی که الان در حال حاضر اعتبار داره، قانون نفت، قانون اصلاح قانون نفت، سیاست ابلاغی برنامه توسعه، برنامه های توسعه 5 ساله و بودجه است که این قوانین بروسری باید مبنا قرار بگیره و متن و تفسیر و اجرای این قوانین نباید خلالی با این داشته باشه. ما توی قانون اساسی هیچ کلمه نفتی نداریم. تنها جایی که به نفت اشاره شده اصل 45 قانون اساسیه که به 2 کلمه معدن که زیر مجموعه ثروت‌های عمومی قرار میگیره و یا انفال میشه نفت رو بهش اطلاق کرد، که خلاصش اینه که میگه انفال و نفت در اختیار حکومت اسلامیه که بر طبق مصالح عامه نسبت به اون عمل کنه. توی قانون نفت، وزارت نفت به نمایندگی از ملت از طرف حکومت اسلامی بر منابع و ذخایر نفت و گاز اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی میکنه و کلن این با بررسی قوانین شما متوجه میشید که وزارت نفت خیلی اختیارات زیادی داره، چون قانون نفت از سال 90-91 بود که اصلاح شد و تصویب شد. اختیارات وزارت نفت خیلی افزایش بده کرده. حالا من چون نمیخوام خیلی حاشیه برم، یه جمع‌بندی کردم از قوانین که به شما توضیح بدم که الان با توجه به خصوصی سازی ها و اینها الان وضعیت نفت چجوریه، خصوصی دولتی نیمه خصوصی چجوریه. 2 تا نکته وجود داره. سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در صنایع بزرگ و صنایع مادر، از جمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز و معادن بزرگ به استثنای نفت و گاز، توسط بخش تعاونی یا خصوصی یا داخلی و خارجی مجازه. اقتصاد کشور ما 3 قسمته طبق قانون اساسی، که دولتیه، یه بخشی خصوصیه، یه بخشی هم تعاونیه. طبق اصل 44 خصوصی سازی، معادن بزرگ مثل مس، به جز نفت و گاز، مثل مس، مثل طلا، اینها قابلیت واگذاری دارن، قابلیت خصوصی سازی دارن. صنایع بزرگ مثل پایین دستی نفت و گاز هم همینطور، و واگذاری 80% از سهام این مجموعه ها مجازه، ولی اینجا معدن نفت و گاز استثناء شده و صنایع بالادستی نفت و گاز، که من بهتون توضیح میدم که صنایع پایین دستی و بالادستی نفت و گاز چیه. طبق همین قوانین سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در این موارد که همون مخازن نفت و گازه، حالا
بعد کلمه معدن و مخزن رو هم به شما توضیح میدم. مخازن نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران و شرکت های استخراج و نفت و گاز، اینا همچنان ملی هستند، 100% در اختیار دولت هستند. فقط دولت میتونه، نمیتونه واگذاری اختیارات رو انجام بده. به شرط حفظ مالکیت میتونه 100% به شرط حفظ مالکیت 100% میتونه خرید خدمات انجام بده. یعنی از شرکت های پیمانکار یا شرکت های خدمات دهنده میتونه خرید خدمات مالی، فنی، مهندسی انجام بده. این چارت وزارت نفت به صورت شرکت محور. وزارت نفت خودش کارشناسی نداره اونطوری که فکر کنید، مثلا اون تصمیم گیری میکنه کجا حفاری بشه، کجا به نفت برسیم. خودش 4 شرکت اصلی داره که به اینا میگن شرکت های اصلی تابع وزارت نفت: شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت ملی پالایش و پخش. که این پالایش و پخش هم خودش 2 که یه قسمتش مربوط به پالایشگاه هاست، یه بخشش هم مربوط به صادرات و پخش فرآورده نفتی. خود این شرکت ها یه سری زیر مجموع شرکت هایی دارن که اینا میگن، بهشون میگن شرکت های فرعی تابع وزارت نفت، که بیش از 50% سهام اون شرکت ها متعلق به این هاست. پس میبینید که هم طبق قوانین بالاسری شرکت ملی نفت ایران دولتیه و مخازن نفت و گاز و شرکت های استخراج نفت و گاز، اینها غیر قابل واگذاری هستند و دولتی هستند. خب من گفتم که بهتون باید بحث بالادستی و پایین دستی نفت و گاز رو بهتون توضیح بدم. این یه شمای کلی از صنعت نفت. فقط همونجوری که بهتون گفتم، ما مثل مس نیستیم که مثلا یه معدنی وجود داشته باشه و بهش بگیم معدن نفت. برای نفت از مخزن نفت استفاده می‌کنیم، همون منبع نفته، ولی بهش میگیم مخزن نفت. حالا بتونم توضیح میدم دقیقا منظورم از مخزن نفت چیه، ولی بدونید که این مخزن گاز و این مخزن نفتی که من اینجا برای شما کشیدم، این زیر زمینه. یعنی مخزن نفت سطح زمین نیست. مخازن ذخیره سازی نفت و گازی که روی سطح زمین هستند که تو شرکت توی آمریکا وجود داره، اینا منظورم نیست. مخزن نفت و مخزن گاز منظورم مخزنی که زیر زمینه. حالا بهتون توضیح میدم دقیقا نفت چیه، ولی یه شمای کلی اول از صنایع بالادستی و پایین دستی داشته باشیم. مخزن نفت رو ما حفاری میکنیم از طریق چاه، و نفت و گاز محلول در نفت و همچنین آب اضافه که در نفت وجود داره که حالا این رو توضیح میدم، اینا وقتی به سر چاه میرسه، حالا یا اینجا تفکیکگر سر چاهی وجود داره یا مستقیم میره به واحد بهره برداری. اگر به واحد بهره برداری برسه، نفتش رو میبرن به نمک زدایی و گازش رو میبرن به ایستگاه تقویت فشار گاز. حالا این نفت اگر بره وارد نمک زدایی بشه، یعنی نفتمون نمکیه، یعنی آب زیادی توی نفت وجود داره، به خاطر همین اینم بهتون بگم، آب زیر زمین آب خالی، آب معمولی نیست، آب خیلی شوره، بهش میگن براین. و این باعث میشه که اگر توی لوله های نفتی زیاد باشه، باعث خوردگی به لوله های نفتی سطح زمین بشه و هزینه ها رو بیشتر بکنه. به خاطر همین باید این آب شور رو ازش جدا بکنن. که حالا یا واحد نمک زدایی داره این واحد بهره برداری یا نداره.
اگر واحد نمکزدایی داشته باشه، یعنی نفتش خیلی نمکی باشه اصطلاحاً، یعنی آب همراه زیادی داشته باشه، توی واحد توی کارخانه نمکزدایی آبش جدا میشه و نفت خام در حقیقت اینجا تولید میشه. اگر هم که نمکزدایی نداشته باشه، مستقیما از همین واحد بهره برداری به تلمبه خونه نفت میره و آبش هم از همینجا جدا میشه. حالا این آب اضافه رو میتونن به مخزن نفت تزریق کنن. اینم بهتون توضیح خواهم داد که مکانیزم های تولید نفت چیه و یه ذره بیشتر توضیح بدم مشخص میشه که منظورم چیه که این تزریق پس آب، چون این آب شور رو نمیتونن توی طبیعت رها کنن چون باعث مشکلات زیست محیطی میشه و محیط زیست گیر میده و باعث آسیب به محیط زیست میشه. به خاطر این آب شور رو میان تزریق میکنن توی نفت دوباره و باعث بهبود در تولید نفت میشه. این نفت خام وارد تلمبه خونه نفت میشه و دو حالت داره، بخشش صادر میشه و بخشش هم به پالایشگاه ها میره. حالا این گاز همراهی که توی نفت وجود داشته از طریق واحد بهره برداری وارد ایستگاه تقویت فشار میشه، چون که فشارش خیلی افت کرده. ما این واحد بهره برداری، من اینجا یه مربع کشیدم، واحد بهره برداری معمولا در سه مرحله گاز محلول در نفت جدا میشه که به فشار خیلی کمتری برسه، که اون قسمت آخر گازی که نمیتونن دیگه کاریش بکنن یا به صرفه نیست رو توی ایران بهش میگن گاز فلر، همین شعله های گازی که شما ممکنه ببینید توی واحد بهره برداری. ولی بقیه گازها و گازهای با ارزش رو میبرن تو ایستگاه تقویت فشار که فشار افزایی بشه که بتونه به کارخونه گاز و گازمایه پمپ بشه. توی کارخونه گاز و گازمایه ما دو تا فراورده داریم، یا گاز خشکه یا میعانات گازیه. اگر میعانات گازی باشه اون دو حالت داره، بخشیش وارد صادرات نفت میشه در حقیقت، چون نفتی که میخواییم صادر کنیم باید یه استاندارد خاصی داشته باشه، از اوقات میانت گازی بهش اضافه میکنن به هر بشکه. خود میانت گازی هم به شدت با ارزشه، به شدت پول توشه و خیلی گرونتر از نفته، خیلی ماده با ارزشیه، بهش میگن گاز کاندنسیت. و هم به صورت جدا صادر میشه هم به همراه نفت صادر میشه و بخشی از این میانت گازی وارد پتروشیمی ها میشه و از اونم یه سری فراورده تأمین میشه. ولی گاز خشک این هم دو حالت داره، بخشیش وارد شرکت ملی گاز ایران میشه که وارد خونه ها میشه، گاز سبکیه، بیشترش متانه، 90% متانه، و بقیه اون گاز، بقیه گاز خشک رو میبرن توی ایستگاه تزریق گاز. یکی دیگه از راه های بهبود عمل کرده مخزن و تولید حد اکثری از مخزن، تا حالا اینم توضیح میدم بیشتر بهتون، تزریق گازه. ما بعضی وقت اگر تزریق گاز بکنیم توی مخزن نفت بیشتری تولید میکنیم. پس ما اینجا هم یه سری مخزن گاز هست، من این مخزن گاز رو توضیح ندادم بهتون. مخزن گاز هم مثل مخزن نفتیه، فقط نفت نیست دیگه، گاز توش. و بعضی وقت برای رسیدن به گاز بیشتر مثلا میدان پارس جنوبی، اون مخزنمون گازیه، کلن مخزنمون نفتی نیست. از گازی که تولید میشه یا از مخزن نفتی، گاز همراه مخزن نفته، یا از خود مخزن گازیه. ما به این مرحله که
مخزن نفتی زیر زمینه، حفاری میکنیم چاه و از چاه و از سر چاه به واحد بهره برداری میبریم، حالا نمک سوداری هم میتونیم جزش در نظر بگیریم، به این قسمت میگیم صنایع بالادستی، به بقیهش میگیم صنایع پایین دستی. مهندسی نفت توی این قسمت بالادستی نفت فعالیت میکنه، اینجا بیشتر مربوط میشه به مهندسی شیمی. البته مهندسی شیمی و مهندسی نفت خیلی ارتباطات زیادی با هم دارن، خیلی ها مثلا کارشناسی میرن مهندسی شیمی میخونن چون مهندسی شیمی سخت‌تر از مهندسی نفته، خودشون درس مهندسی نفت رو میخونن برای ارشد میرن مهندسی نفت. خیلی هم هستن نه مهندسی نفت خوندن بعد میبینن که بازار کار خیلی مناسب نیست، تغییر رشته میدن به مهندسی شیمی که بازار کار بهتری داشته باشه. چون شما میبینید که اینجا فقط ما نفت رو تولید میکنیم تو صنایع بالادستی، ولی مهندسی شیمی هم تو پالایشگاه ها هست، هم توی پتروشیمی ها هست، هم توی شرکت ملی گاز هست، و تازه این یک بخشی از مهندسی شیمی که مربوط به نفت میشه. خب شاید فکر کنید که من مخزن نفتی رو توصیف بدم، حتی شاید فکر کنید که این بیسکویت ساق طلایی که من اینجا گذاشتم خیلی بی ربطیه، ولی واقعیت اینطوری نیست. خیلی همون درکی که از حتی خیلی از کسایی که مهندسی نفت خوندن وقتی صحبت میکنن آدم فکر میکنه که خیلی خوب نمیدونه نفت دقیقا چیه. نفت دقیقا مثل این، مخزن نفت دقیقا مثل این میمونه که شما یه بیسکویت ساق طلایی رو توی آب غوطه ور کنید و بعد بذارید کنار. اون خیسی که توی بیسکویت ساق طلایی وجود میاد دقیقا اینو میشه مشابهت سازی کرد که این بیسکویت میشه سنگ مخزن و اون آبی که وارد خلل و فرج این بیسکویت ساق طلایی شده میشه نفت و حالا هیدروکربن، حالا که گاز میتونه باشه یا نفت میتونه باشه. این هم همینجوری که توضیح دادم، این سنگ های این سنگ رو اگر به دید میکروسکوپی نگاه کنید اینا دونه های سنگه و یه سری فضای خالی وجود داره. البته فضای خالی وجود نداره که فکر کنید مثلا هوای خالیه، نه اینجوری نیست، اشباع آبه. ما زیر زمین سنگ اینجوری نیست که مثلا خالی باشه، بین اون خلل و فرج آب هست و این دونه های نقاط قرمز رو که میبینید اینجا، این توی این عکس بهش میگه هیدروکربن که حالا میتونه نفت باشه یا گاز باشه. چون ما دو نوع نفت، دو نوع سنگ داریم، مثل سنگ واتر وید داریم، مثل سنگ اول وید داریم، یعنی آب دوست و یا نفت دوست. اگر سنگ ما نفت دوست باشه، نفت میاد میچسبه به سطح خارجی این دونه ها، به خاطر همین تولید نفت از این تولید کمتری خواهد بود نسبت به اینکه این سنگ واتر آب دوست باشه و آب دور این سنگ ها رو احاطه کرده باشه. به خاطر همین وقتی که ما میخواییم تولید کنیم این نفت راحت تر تولید میشه. سوالی نیست بچه ها؟ خب انگار سوالی نیست. زیر زمین ما اصلا نفت چجوری تشکیل میشه؟ نفت سری تئوری هایی وجود داره که منشأش عالیه یا غیر عالیه، ولی اون چیزی که مسلم هست شما فرض کنید نفت تشکیل شده، حالا به هر روش نفت که تشکیل میشه چون اینجا حرارتش خیلی زیاده، کلن هر ماده در طبیعت دوست داره به سطح انرژی کمتری برسه و به حالت پایدارتری برسه. پس این دوست داره بیاد به سطح انرژی کمتر و دوست داره بیاد به سطح زمین برسه.
ولی خب اینجا بهتون گفتم اینا همه دونه های نفت، یه سری خلل و فرجی درش وجود داره. نفت در این خلل و فرج میاد یک راهی پیدا میکنه، یا حالا ممکنه شکاف وجود داشته باشه، شکاف وجود داشته باشه و یا ممکنه صفحات زمین شکافایی رو ایجاد کرده باشن راحت تر بیاد. نفت مهاجرت میکنه، مهاجرت میکنه و به یک سنگ غیر قابل نفوذی میرسه که بهش میگن سنگ پوش سنگ. حالا روش خیلی متداولشه، حالت کلی ترش بهش میگن تله نفتی، که حالا به خاطر ساختارهای متفاوت زمینی، تکتونیکی زمین، میتونه نفت اونجا گیر بکنه. حالا ما اینجا فرض کنید یه حالت تاقدیسی خیلی روتین باشه، نفت میخواد بیاد از اینجا هم رد بشه، نمیتونه چون این سنگ جنسش طوری که غیر قابل نفوذه، به خاطر همینجا تجمع میکنه. در طی چندین سال نفت و هیدروکربن اینجا تجمع کرده و باعث افزایش فشار شده و در نهایت ما به این میگیم مخزن نفتی، به این سنگ میگیم مخزن نفتی. سنگ منشأ دیگه ازش نفت نمیشه تولید کرد. چرا؟ چون نفت مهاجرت کرده و اومده اینجا. حالا ما مخازن نفتیمون، کلن مخازن میتونه چند نوع باشه، میتونه این کلن همش گاز باشه، یعنی این بخش اویل اصلا وجود نداشته باشه، همش گاز باشه. بهتون گفتم سطح زیر زمین همش آب، این جنس فضای خالی وجود داشته باشه، فضای خالیه با آب پر شده. اینجا مثلا روز اول این شکلی نبوده، روز اول اینجا همش آبی بوده، همش آب بوده. خب بعد اینجا که نفت تشکیل شده، وقتی میاد بالا این آبو هل داده پایین، در طی یک فرایند چندین ساله به یک جدایشی رسیدن که آب پایین تره، اگر نفت وجود داشته باشه بالاتره، گاز هم اگر وجود داشته باشه بالاترش. بعضی وقت این میگم همش ممکنه گاز باشه، ممکنه همش نفت باشه، یا ممکنه مثلا همین الان دو حالت داشته باشه، یا نفت باشه یا گاز باشه، هر دوتاشو داشته باشه. این عکس رو اگر نگاه بکنید میبینید که این مخزن نفتی که اینجا وجود داره و ما حفاری میکنیم و بهش میرسیم و از اینجا نفت تولید میکنیم، در امتداد این لایه ممکنه چندین کیلومتر اون طرفتر اصطلاحاً رخنمون داشته باشه، که اینجا شما مثلا من این مثال هاش رو وقتی کار کردم دیدم که توی زمستون فشار چاه افزایش پیدا میکنه. چرا؟ چون بارندگی زیاده، اینجا همش آبه، این بارندگی وقتی زیاد باشه، این آب که نفوذ میکنه زیر سطح زمین باعث فشار افزایی میشه. خیلی زیاد نیست، ولی خب این روند مشهود تریه که معمولا ما تو زمستون وقتی که فشار چاه رو اندازه گیری میکنیم میبینیم که فشار چاه بیشتره در حالت تابستون. بهتون گفتم اینجا مخزن نفتی وقتی تشکیل شده که یک سنگ به یک مانعی برخورد کرده، به یک تله گیر کرده، به نفتگیر گیر کرده، حالا ما اینجا بهش میگیم پوش سنگ، چون یک سنگ غیر قابل نفوذه. اگر بتونه راهی به سطح زمین پیدا کنه، باعث ایجاد چشمه های نفتی میشه یا شعله های گاز میشه. این عکس رو من خودم گرفتم توی لالی توی استان خوزستان، که اینجا یه کوهیه که کلن همجوری داره آتیش میگیره، یه بوی شدید گوگردی هم اونجا استشمام میشه و اینجا حالا نفت خیلی زیادی بوده روی سطح زمین. اینجا
اکسید شده نفته، یعنی اینجا نفت بوده، میبینید که اینجا سیاه داره، نفت اکسید که شده. شما فکر میکنید که چیزی این سالی وقتی با کفش از روش رد بشید اینجوری باز میشه که اینجا نفت. خب سوالی نیست. بله، توی مهندسی نفت کلا در جهان به صورت عمومی گرایشش وجود داره، ولی تا زمان ما که اینجوری بود دانشگاه صنعت نفت که زیر مجموعه وزارت نفته از همون کارشناسیش با 4 تا گرایش بوده. آره اینو من توضیح میدم، بازار کارشو توضیح میدم. گرایش مهندسی نفت 4 تا گرایش: اکتشاف، حفاری، حالا اسم دیگه استخراج، گرایش بعدی بهره برداری و گرایش بعدی مخزنه. که اکتشاف بیشتر همون زمین شناسیه و مهندسی نفت چیزی که واقعا مهندسی نفته به این سه تا گرایش میگن. من گرایش ها رو یه توضیح کلی میدم، بعد راجع به بازه‌کاری صحبت میکنم، بعدش هم بهتون میگم که برای ارشد و دکترا چه رشته هایی میتونید برید. بهتون گفتم مخزن زیر زمینه، پس رشته اکتشاف، حالا همون زمین شناسی، و مخزن نفتی محدوده عمل کردش اینجاست. حفاری، من اینجا اسمش آوردم، یک بار میاد اینجا رو حفاره میکنه، میره سر محل دیگه ای حفاره میکنه، و اگر مهندس مخزن تشخیص بده میان جور دیگه ای برنامه ریزی میکنن برای تعمیر چاه، برای انحراف، برای حفاری انحرافی و سایر موارد. ولی مسئولیت تولید از این چاه که رشته تکمیلی برونن در روی چاه یا با پمپ تولید بکنن یا گس لیفت تولید بکنن به عهده مهندسی بهره برداریه، و از چاه تا واحد بهره برداری هم همینطور مهندسی بهره برداری فعالیت میکنه، که حالا توی شرکت ما بهش میگن اداره فراورش. اینجوریه که اکتشاف اول باید عملیات لرزنگاری انجام بده، حالا 2 بعدی یا 3 بعدی. یه سری اینجا ترانسمیتر میذاره، 2 تا ماشین میاند و شروع میکنن امواجی رو به سطح زمین فرستادن و با محاسبات لرزنگاری هر کدوم به هر این امواج وقتی که به سنگ‌های مختلف پرفشار و کم فشار میرسن و به سطح زمین میرسه باعث میشه که حدودی بتونن تشخیص بدن لایه‌های زیر زمین چه شکلیه، و این امواج برمیگرده و اینا رو ارزیابی میکنن. این داده خامشه، سایزمیک خامشه، و اینم پردازش شده شه، که بهترین حالت برای حفاری اینه که تاقدیس مخزن رو حفاری بکنن که بیشترین اطلاعات رو پیدا کنن، و اگر کلاهک گازی درون مخزن وجود داشته باشه بتونن سطوح تماس رو همون موقع تشخیص بدن، و اگر کلاهک گازی داشته باشه وجود داشته باشه مکانیزم تولید از این مخزن متفاوته و مدل توسعه مخزن متفاوته. شما فرض کنید لایه‌های زمین امتداده، یعنی مثلا یه همچین شکلی بذارید در کنار این، همینجوری لایه‌ها این شکلیه، و شما اگر به فاصله مثلا هر 50 متر یک صفحه موازی سطح زمین
از اینجا عبور بدید، در حقیقت در گستره مخزن، مخزنم برای که تقریب ذهن میشه ممکنه 40 کیلومتر طول یک مخزن باشه و ارزش مثلا مخزن اهواز ارزش 12 کیلومتر، باعث میشه که ما به یه سری نقشه های زیرزمینی یا UGC برسیم که برای خیلی مسائل دیگه مفیده. این یه نقشه UGC معمولیه، این یه سری توپوگرافی دوش مشخصه و این که اصلا کلن نقشه محوره‌ایشه که میدید کلن روی کوه، حالا مخزن زیر زمینه چون فکر می‌کنم راحته ولی سطح زمین متفاوت. چرخه توسعه مخزن چه شکلیه؟ این حالا خیلی جزئی من نوشتم اینجا، حالا بعداً میتونم توضیح بدم بهتون. این فایلشو در اختیار مجلس قرار میدم که بهتون بده. نکته که وجود داره مهندسی نفت مثل بقیه مهندسی‌ها نیست که دو تا چهار تا خیلی چیز مشخصی باشه، چون که در دسترس نیست زیر زمینه و ما باید بر اساس نشانه هایی بهش برسیم و اطلاعاتی که ما کسب میکنیم از مخزن به صورت تدریجیه. ما سه تا تعریف من باید اول انجام بدم به شما. یکی سیال در جای، حالا اول این پلیس باشه یا گس این پلیس باشه، که کل نفت موجود در سنگ رو در مخزن رو به شما میگه که این محاسبه میشه. یه سری هم ذخیره داریم که کل نفتیه که میشه از این مخزن تولید کرد بر اساس مکانیزم تولیدی تخمین زده میشه که با گذر زمان احساسات ما کامل تر میشه و تقریب ما درست تر میشه. که تعریف دیگه که یه نکته دیگه هم که وجود داره و خیلی مهمه، ضریب بازیافته که بهش میگن ریکاوری فاکتور، که میگه در حقیقت درصد بهره‌وریه که ما چقدر میتونیم نفتمون رو تولید بکنیم. اینم خیلی حالا من وقت نمی کنم احتمالا. ریکاوری فاکتور یه سری عوامل طبیعی وجود داره، پس اینجوری نیست که بگیم مثلا عربستان سعودی مخزن قوارش 80% ریکاوری فاکتور داره. چرا ما ریکاوری فاکتور کمه؟ این به خاطر تکنولوژی؟ نه اینجوری نیست، به خاطر سنگ مخزنه، به خاطر مکانیزم تولیده. این هم خیلی مهم نیست. ما این سری روش های بهبود اون ریکاوری فاکتور یا اون ضریب بازیافت داریم که به فعالیت های IOR یا EOR تقسیم بندی میشن، که حالا اینا میشنن چاه محور باشن، مثلا اسید کاری انجام بدن نزدیک چاه رو، درون چاه رو و ناحیه اطراف مخزن رو، میتونن ایجاد شکاف انجام بدن، میتونن تزریق گاز انجام بدن، تزریق آب انجام بدن. که ما همه کار مهندس مخزن اینجوریه که اطلاعات تدریجی که کسب میکنه از مخزن روش مطالعه انجام بده، بعد مطالعه شبیه سازی انجام بده، که دیگه نهایت این فعالیت ها 3-5% به ضریب بازیافت اضافه بکنه. کل کار مهندس مخزن در حقیقت همینه. حفاری هم خیلی یک دنیای بسیار بزرگیه، شاید 80% مخارج صنعت نفت توی بحث حفاریه، به خاطر همین پول زیادی توی این قسمت مصرف میشه. بیشترش هم به خاطر تجهیزاته. شما اگر یک دکل خشکی داشته باشی خیلی فرق میکنه با اینکه یک جکاب داشته باشی.
و هزینه ها به شدت متفاوته. مثلا هزینه اجاره هر روز، هزینه دکل رو به صورت هر روز حساب میکنن، مثلا ممکنه 50,000 دلار هزینه هر روز اجاره یه دونه جکاب باشه. پس به خاطر همین خیلی صنعت حفاری رشد کرده، تجهیزات بسیار زیادی الان درش وجود داره و سعی میکنن که کمترین زمان ممکن رو از دست بدن و دو نوع کلن تکل وجود داره بسیار خیلی کلی، همه این همش دنیای عظیمیه و دریایی که آفشوره، این همه دریایی که بستگی داره به عمق سطح زمین، عمق دریا که با چه دکلی برن اونجا. حفاری ها هم که یا عمودیه یا افقیه و یا انحرافی. مثلا شما وقتی که یک دکل جکاب داری اینجوری اصلا نمیذاره شما به اینجا فقط یه حلقه چاه بزنی، اینجا مثلا ممکنه 12 حلقه چاه بزنی ولی همشون انحرافی هن و هر کدوم به یک جایی برسن. به خاطر همین ذاتعین زاویه حفاری که آیا داریم در جهت درستی میریم یا نه خیلی مهمه و همه اینا از سیستم مادلاگین استفاده میکنن که و MWD که Measure While Drilling که همون موقع زاویه مته و زاویه حفاری رو چک میکنن. این رشته حفاریه که از مته شروع میشه و یک عالم وسیله دیگه که این دریل پایپ ها هستن که تکرار میشن، یعنی تا اینجا رو ما بهش میگیم BHA که ممکن متفاوت باشه، ممکن MWD توش داشته باشیم، ممکن LWD توش داشته باشیم که به لاگینگ وایل دریلینگ معروفه، که همون موقع امواجی رو میفرسته به مخزن و برمیگردونه که همون موقع میتونه یه ارزیابی خیلی کلی داشته باشه که جنس سنگمون الان چیه و برای رسیدن به اهدافمون کمک میکنه. اینم یه سری عکس گذاشتم از انواع مته هایی که وجود داره، خیلی انواع مته هم زیاده، توضیحش وقت نمیکنیم احتمالاً. مهندسی بهره برداری بهتون گفتم هم توی بحث تولید از چاه کار میکنه، هم برای رسیدنش به واحد بهره برداری. به خاطر همین مکانیک سیالات بیشتر توی این درس استفاده میشه ولی حفاری احتیاج مکانیک سیالات نداره. مخزن هم همینطور، اینا بیشتر خواص سیال مخزن در محیط پوروس مدیا یا محیط متخلخل رو بیشتر فعالیت میکنن توش. این عکس معروفی که ممکنه قبلا هم دیده باشید که بیشتر توی آمریکا وجود داره، این فکر نکنید مثلا دکل نفتیه که میان حفاری میکنن، نه، این یه پمپ SRP خیلی قدیمیه که یه بسیار خیلی ساده بخوایم بگیم یه محفظه، یه اینو میفرسته درون چاه، توش نفت جمع میکنه میکشه بالا. این هم یه کارهای بقیه کارهایی که توی مهندسی بهره برداری میتونن انجام بدن، مثل همون گفتم بهتون SRP. کلن بحث Artificial Lift خیلی مؤثر تو مهندسی بهره برداری. مهندسی بهره برداری با نرم افزارهایی هم کار میکنه که بهترین حالت تولید و بهینه ترین حالت تولید رو از چاه طراحی میکنن، که مثلا عمق لوله مغزی رو تا کجا برونن و فشار سر چاه باید چی باشه، فشار قبل و بعد چوک چقدر باشه. فعالیت های مهندسی بیشتری داره، نرم افزارهای بیشتری داره، نرم افزارش خیلی سادن و بازار کار خوبی هم داره. کلن راجع بازار کار بسیار کلی توضیح خواهم داد. خب الان وقتشه که راجع به بازار کار توضیح بدم. ما کلن نفت به صورت جهانی به شدت وابسته است به قیمت نفت.
اگر قیمت نفت کم بشه خیلی از دکل‌ها ترخیص میشن و فعالیتی صورت نمیگیره. به خاطر همین بازار کارش این شکلیه که خیلی وابسته است به قیمت نفت جهانی. توی ایران علاوه بر این که به قیمت نفت وابسته است، به سیاست تحریم‌های کشور ما هم وابسته است که ما میتونیم نفت صادر بکنیم یا نه. به شدت الان تولید نفت ما کم شده، همشون تقریبا مصرف داخلیه. بخاطر این بازار کار الان مناسب نیست توی صنعت نفت. الان در حال حاضر در ایران صنعت نفت بازار کار خوبی نداره، بخاطر اینکه نفتی نمیتونه بفروشه. علاوه بر اینها بهتون گفتم، همونجوری که ابتدای بحثم گفتم، وزارت نفت به شدت تأثیر گذاره در بازار کار و هر تصمیمی، هر بخشنامه‌ای رو تصویب بکنن به شدت مؤثره در بازار کار. شرکت‌های دولتی که تقریبا الان استخدام نمی‌کنن، من باید مثلا 20 ماه کار می‌کردم توی شرکت دولتی که بودم، ولی مثلا اضافه تر یه شرکت دیگه به من پول میداد ولی برای خود شرکت کار میکنم. لحاظ مقرراتی استخدام ممنوع شده توسط آقای زنگنه. پس بازار کار به صورت کلی توی جهان به شدت وابسته به قیمت نفت. توی ایران علاوه بر قیمت نفت، سیاست های تحریمی که اصلا ما میتونیم صادر کنیم یا نه، حالا قیمت نفت کم باش اصلا صادر میتونیم بکنیم یا نه، بحث بخشنامه ها هم که بخشنامه وزیر نفت به شدت توی بازار کار تأثیر گذاره. شرکت های نفتی ایران کلن شرکت ها هم سه گروه میشن. یه سری شرکت های کارفرمان در حقیقت که همون میشه شرکت های اصلی تابع وزارت نفت یا شرکت های فرعی تابع وزارت نفت، چون طبق قانون ما هیچ وقت نمیتونیم یه مخزن در اختیار یه شرکت قرار بدیم بگیم برای خودت، یه شرکت خصوصی. پس بقیه شرکت های پیمانکاری که اکثرا خصوصی هستن، اینها هم وابسته میشن به دولت که آیا این شرکت های تولیدی، شرکت های دولتی میتونن نفت میخوان، پول دارن که به شرکت خصوصی بدن. بخاطر این بازار کار الان خیلی مناسب نیست. یه سری شرکت های ارائه دهنده خدمات هم هستن، سرویس کمپانی هستن، مثلا خدمات MWD, LWD, لاگینگ، اینا رو انجام میدن. میگم اینا هم بستگی داره که کاری وجود داشته باشه یا نه. به شدت بازار کار مهندسی نفت وابسته است به قیمت نفت، به خاطر همین خیلی توصیه نمیشه که وارد این رشته بشید، مگر اینکه بخواید مثلا، مگر اینکه واقعا علاقه داشته باشید، چون اگر واقعا کارتون خوب باشه هر جایی شما میتونید کار بکنید، فرقی نمیکنه. ولی خب هستن کسایی که مثلا خارج از کشور همین جوریه، خیلی هستن قیمت نفتی کم میشه راحت اخراج میشن، راحت از کار برکنار میشن، شغلشون از دست میدن. و بازار کارش هم همون که محدود دیگه، یا شما دارید کار نفتی انجام میدید یا توی پالایشگاه، اینا همین تموم شد رفت. پس بازار کارش هم محدود، هر کشوری سراغ پالایشگاه پتروشیمی نمیره، بر بستگی داره به سیاست‌های بالادستی اون کشور. و آره، سوالی اگر دارید بگید که بعد من بهتون بگم بقیه رشته‌ها تو کارشناسی و ارشد دکترا چه گرایشایی چه دانشگاه‌هایی رو ارائه میدن. سوالی اگه هست بفرمایید. خب انگار سوالی نیست. خب توی انتخاب رشته، این دفتر سال 98 من دارم، اکتشاف فقط صنعت نفت آبادان ارائه میده که میشه همون زمین شناسی در حقیقت. مهندسی نفت شریف، تهران، امیرکبیر، صنعت نفت و صنعتی سهند تبریز ارائه میدن.
و مهندسی ایمنی بازرس فنی هم تو صنعت نفته. حالا صنعت نفتی دانشگاهیه که بعد از دانشگاه تهران دومی دانشگاهی که تو کشور ساخته شد، اصلش تو آبادان بوده قبلا، زمان قبل از انقلاب کلن انگلیسی تدریس میکردن، تو همین چند سال پیشم همین جوری بوده. الان تضعیف شده چون میگم به شدت وابسته است به صنعت نفت کنم، وابسته است به سیاست های وزارت نفت. وزیر نفت با دانشگاه صنعت نفت مخالفه و در حال جمع شدنه تقریبا پله پله. ولی خب الان با مجلس جدید که اومده متوقف شده، نمیتونن خیلی کاری بکنن. بستگی داره به وزیر آینده، به دولت آینده چه سیاستی رو میخواد در قبال دانشگاه نفت داشته باشه. ولی سیاست فعلی اینه که میخواد جمع‌آوری بشه، اصلا شرط جالبی نداره و خیلی از رشته هاش حذف شده توی انتخاب رشته توی دفترچه. تو 4 شهر هم هست صنعت نفت. اصلش الان دیگه تو اهواز یه واحد داره، تو آبادان یه واحد داره، توی تهران یه واحد داره، توی محمود آباد. توی محمود آباد علوم دریایی تدریس میکنه، توی تهران هم رشته های حقوق نفت و گاز، مدیریت نفت و گاز، اقتصاد نفت و گاز، حسابداری و این رشته ها رو تدریس میکنند که چون با یه نگاهی به وزارت نفت و درس اختیاریشون از درس نفتیه، بازار کارشون خوب بود. ولی الان پارسال که همونجوری که میبینید دانشجو نپذیرفتن. این هم دانشگاه هایی که ضعیفن، یعنی واقعا اصلا راضی کرمانشاه فهم یه یک ساله دو ساله تازه تأسیس شده. اکثر اینها رو بیشتر تأسیس کرده آقای زنگنه که با کمک وزارت نفت اینو تأسیس شدن که این دانشگاه صنعت نفت تعطیل بشه. توی ارشد 99 برای مهندسی نفت 4 تا گرایشش من نوشتم هر کدوم چه چیزایی رو ارائه میکنن. علاوه بر این 4 تا گرایشی که وجود داره، رشته مهندسی نفت با گرایش تجهیزات نفت هم تو امریکا تدریس میشه، مهندسی نفت با گرایش مدیریت مخازن هم توی دانشگاه صنعت نفت واحد آبادانش تدریس میشه. اینم بقیه دانشگاه هایی که خیلی ضعیفن و 4 تا گرایش های مهندسی نفتشون ارائه میشه. اینم بقیه رشته ها تو فنی مهندسی، مهندسی معدن، گرایش ژئومکانیک نفت، خواجه نصیر دانشگاه مطرحیه، مهندسی ابزاردهی اتوماسیون صنعت نفت. این همونجوری که میبینید من اسم دانشگاهی نیاوردم چون اسم دانشگاهی که هست خیلی ضعیفه، همشون مجازی و از این صحبت هاست. قبلا تو صنعت نفت آبادان تدریس میشده که حذف شده در سیاست های حذف دانشگاه صنعت نفت. ولی خب رشته مهندسی ایمنی بهداشت و محیط زیست همون HSD هنوز صنعت نفت آبادان، امیرکبیر و دانشگاه سمنان تدریس میشه. مهندسی بازرس فنی هم همینطور صنعت نفت آبادان و شهید بهشتی. تو بحث علوم، توی گروه علوم انسانی هم حقوق نفت و گاز توی دانشگاه تهران علامه طباطبایی و غیر انتفاعی علم و فرهنگ تدریس میشه. مثلا نکته عجیبش برای من اینه که چرا مثلا دانشگاه صنعت نفت واحد تهرانش اینجا نیست. رشته خیلی خوبی بود، حتی توی بیانیه یه ماه یا دو ماه پیش رئیس جدید کمیسیون انرژی هم اشاره شده بود که خیلی کار خوبی کردید که شما حقوق نفت و گاز و خصوص نفت و گاز رو تدریس میکنید تو دانشگاه صنعت نفت. ولی خب میبینید که امسال حذف شده. توی رشته علوم پایه هم که علوم زمین‌شناسی، زمین‌شناسی نفت، دانشگاه تهران، شهید بهشتی، خوارزمی تهران و شهید چمران اهواز تدریس میشه. توی دکترا بازم برای من نکته‌ای که عجیب هست صنعت نفت اهواز مخصوصا، اصلا کلا دیگه دکترا دانش دکتر نمی‌پذیره
که اینم در ادامه همون سیاست هایی که بهتون گفتم. برای مهندسی نفت اکتشاف فقط دو تا دانشگاه دکترا میگیرن، برای مخازن هم اینا هستن. دانشگاه خوبی دانشگاه شیراز و دانشگاه صنعتی سهند تبریز، علی‌رغم اسمشون شیراز استاد خیلی خوبی داره، آزمایشگاه خوبی داره برای بحث ایوار. صنعتی سهند تبریز هم آزمایشگاه خیلی خوبی داره. توی گروه علوم انسانی هم اقتصاد نفت و گاز، حقوق نفت و گاز و حقوق تجارت، اینا همشون توی بحث نفت و گاز اینا بودن. اینا هم که توی این دانشگاه ها تدریس میشن. سوالی نکته ای اگر هست بگید. من توصیه میکنم اگر کسی میخواد وارد صنعت مهندسی نفت بشه، صنعت نفت اهواز رو انتخاب نکنه، چون اساتید خوبش نمیمونن، در حال حذف دانشگاه، در حال انتقال و از این صحبت های. قبلا دانشگاه خیلی خوبی بود، من ترم یک دانشگاه تهران بودم خودم، ولی بعد انتقالی گرفتم به اهواز. واقعا اون موقع دانشگاه خوبی بود، زمان ما خودش تضعیف شد، بعدش هم که دیگه داره ضعیف‌تر میشه. ولی دانشگاه شریف تهران امیرکبیر اساس خیلی خوبی دارن. میگم بازار کار کاملا وابسته است به شرایط بین‌المللی، قیمت نفت. تو ایران هم که وضع کار الان مناسب نیست حقیقتش. بازار کار گرایشاش هم که بهتون گفتم مهندسی حفاری یا سر چاه میره که حقوق خیلی بالایی میگیره، یا برنامه ریزی حفاری چاه رو انجام میده که باید سابقه زیادی سر چاه داشته باشه، یعنی بدون سر چاه رفتن نمیشه خیلی موفق بود توی گرایش حفاری. توی بهره برداری هم نرم افزاری زیادی وجود داره، کارش راحت تره، کار چاه محور بیشتر و مسئول چاه در حقیقت، تمیزسازی چاه و تولید بهینه از چاه، اینی که مثلا پمپ درون چاهی رو کجا نصب کنن، لوله مغزی رو کجا نصب کنن، مدل تکمیل چاه چه شکلیه، اینا با استفاده از چهار تا نرم افزار که خیلی هم ساده است کشف میشه. اصل مهندسی نفت که مباحث علمی تره توی بحث مخزنه، که شبیه سازی مخازن میتونن انجام بدن، مطالعات مخزن، اینا هم نرم افزار سنگین ترین نرم افزارهای مهندسی نفت توی گرایش مخزن وجود داره که شبیه ساز میکنن. حتی یه سری پایان‌نامه هایی راجع به هوش مصنوعی هم توی این موضوع دیده میشه. خب این نتیجه خیلی شخصی، حقیقت اینه که من دیدم بازار اصلا توی ایران مناسب نیست و چشم انداز مناسبی من نمی دیدم تا چند سال. بعد تصمیم گرفتم که بیام اینجا برای ارشد، اومدیم اینجا و با یه شرکتی آشنا شدیم، شرکت خیلی خفنی نیست، کار اونم بیشتر مهندسی دیتا که داده های مود لاگینگ، داده هایی که از حفاری کسب میشه رو پردازش میکنیم، تحلیل میکنیم، به شرکت های مختلف میگیم که آقا شما اینجا کارتون طول کشیده. بیشتر دکل های شرکت هایی که دکل دریایی دارن با ما کار میکنن و الان فعلا دارم کار میکنم، چون که اسکولارشیپ هایی که واسه رشته که میخواستم لغو شد به خاطر کرونا و قیمت نفت و اینا. عرضم به حضورتون که گرایشی که خودم دوست دارم، گرایش خودم مخزن بوده، بخاطر همین دوست دارم تو مخزن ادامه بدم، علاقه بیشتری دارم، ولی الان کاری که دارم میکنم بیشتر مرتبط با حفاریه. کلا هم اینجوریه که پول بیشتر توی حفاریه، کسی که برای سر چاه حقوق بالاتری میگیره. خب شرط سختی هم وجود داره دیگه، شما باید شیفت باشید دیگه، یا 7-7 یا 14-14 یا 14-7 این سیستمه، یا حتی 21-7 هم تو ایران بعضی از بچه ما کار میکردن.
مثلا باید 21 روز برید سر دکل، 7 روز بید خونه استراحت بکنید. اونجا هم که وقتی میرید سر دکل 12 ساعتش کاره. دکلای دریایی و آبی هم، دکلای دریایی و خشکی هم وجود داره. خیلی از بچه ها خوششون نمیاد از حفاری به خاطر اینکه کار سختیه. حالا مثلا تو ایران ما 85% 90% نفتمون تو استان خوزستان تامین میشه، محیط خیلی گرمه، ولی مثلا همین نفت توی کانادا به شدت توی مناطق سردسیری نزدیک قطب شمالشون وجود داره. انرژی جهان کلن از نفت داره تأمین میشه. اینجوری نیست که مثلا ما بگیم تا 10 سال دیگه 20 سال دیگه نفت تموم میشه، اصلا این شکلی نیست. این تحریم ها هم باعث میشه که ما نفت کمتری تولید کنیم، کلن نفت تولید نکنیم، نفت کمتری تولید کنیم. به خاطر همین فلان نفت زیر زمین هست تا وقتی که تا چند، همینجوری باعث میشه 10 سال بیشترم نفت داشته باشیم به تحقیق بیفته. مثلا من از وقتی یادمه میگفتن 30 سال دیگه نفت تموم میشه، نه اینجوری نیست، نفت تموم نمیشه. نفتی که اگرم تموم بشه نفت متعارفه، نفت غیر متعارف نیست. نفت متعارف بیشتر تو نیمکره شرقی خاورمیانه و این صحبت هاست و نفت غیر متعارف بیشتر توی نیمکره غربیه. مثلا اگر آمریکا بتونه قیمت نفت بره بالا، برای اینکه قیمت نفت بره بالا توی پژوهش‌های دانشگاهیشون میتونن کار بکنن روی بحث‌های تولید از مخازن نامتعارف، و تولید از مخازن نامتعارف هم اگر بهره برداری مناسبی برسه هزینه‌هاش به صرفه، آمریکا فکر کنم میشه بزرگترین دارای ذخایر نفت و گاز غیر متعارف. ولی خب فعلا با احتساب متعارف این شکلی نیست. سوال دیگه ای اگر هست من در خدمتم. سوال علمی منظورتون چیه؟ الان وقت تموم شده ولی خب من در خدمتون هستم. خیلی ممنون، متشکر. خواهش میکنم، متشکرم. خواهش میکنم، خیلی ممنون. پس چجوری تموم کنیم این رو؟ امیدوارم یه رشته خوبی رو انتخاب بکنید و در آینده موفق بشید. خیلی ممنون. خدا نگهدار.